سلام و درود. کاپ قاعدگی چیه؟ مزایا و معایب کاپ قاعدگی رو در ادامه بهتون میگیم. همواره یکی از دغدغه‌های بزرگ خانم‌ها در هر ماه با نزدیک شدن به روزهای قاعدگی بهداشت قاعدگی هستش. این که از چه محصول بهداشتی استفاده کنن سوال مهمیه. نوار بهداشتی یک بار مصرف، نوار بهداشتی قابل شستشو، تامپون و کاپ قاعدگی از جمله پرمصرف‌ترین محصولات جلوگیری از نشت خونریزی قاعدگی روی لباس زیر به شمار میره. اما هنوز بسیاری از گروه ها بر سر استفاده و عدم استفاده یک محصول یعنی کاپ قاعدگی اختلاف نظر زیادی دارن. سر و صدا درباره کاپ قاعدگی از زمانی که به عنوان محصول جایگزین تامپون و سازگار با محیط زیست تولید شد به وجود اومده. کاپ در ظاهر قراره با حذف مصرف تامپون و پد جلوی ایجاد زباله و آلودگی بیشتر رو بگیره. البته میگن که این محصول نسبت به تامپون و پد بهداشتی چند برابر بهتره، اما باید ببینیم که این ادعا واقعا صحت داره یا خیر. توی این ویدیو بهتون میگیم کاپ قاعدگی چیه. کاپ قاعدگی یه فنجون کوچیکه و فوق‌العاده منعطف که از لاستیک سیلیکون یا لاتکس تهیه میشه. این محصول به جای اینکه مثل پد و تامپون خون رو جذب کنه، اون رو در خودش جمع میکنه. کاپ داخل واژن قرار میگیره و استفاده از اون برای بانوانی که مجبورن ساعت طولانی بیرون از خونه فعالیت کنن بسیار راحت و بهتره. نحوه استفاده از کاپ قاعدگی. دقیقاً پیش از اینکه قاعدگی و خونریزی شروع بشه، کاپ رو مثل یه تامپون بدون اپلیکاتور وارد واژن کنید. اگر کاپ قاعدگی درست در جای خودش قرار بگیره، نباید اون رو احساس کنید. نصب کاپ شبیه به گذاشتن حلقه ضد بارداری در واژن. با چرخاندن جزئی کاپ داخل واژن، کاسه اون باز میشه و به دیواره های واژن میچسبه و از این پس خون وارد کاپ میشه و به بیرون از واژن نشت نمی کنه. کاپ قاعدگی یکی از محصولات بهداشتیه که در دو نوع یک بار مصرف و قابل شستشو تولید میشه. اگر محصول نوع یک بار مصرف رو خریداری کردید، پس از یک بار مصرف باید اون رو دور بندازید. اما اگر قابل شستشو باشه، میتونید اون رو شستشو بدین، ضد عفونی کنید و مجددا در قاعدگی بعد از اون استفاده کنید. اگر کاپ قاعدگی شما قابل شستشو باشه، در انتهای خارجی اون یه ساقه وجود داره که میتونید این ساقه رو به آرومی از پایین به سمت بیرون بکشید تا کاپ از واژن خارج بشه. سپس محتویات داخلش رو از کاپ خارج کنید و اون رو با آب و صابون شستشو بدین و بعد از پایان دوره قاعدگی، برای اینکه در قاعدگی های بعدی نیز بتونید از این کاپ استفاده کنید، ضد عفونی کنید و جهت استریل کردن کاپ قاعدگی رو با آب جوش بشویید. مزیت‌های کاپ قاعدگی: سازگار با محیط زیست، هزینه‌های مراقبت بهداشتی رو کاهش میده، قابلیت استفاده تا 12 ساعت رو داره، ظرفیت بالایی داره، بوی کمی تولید میکنه. معایب استفاده از کاپ قاعدگی: دشواری در پیدا کردن کاپ مناسب، دشوار بودن خارج کردن کاپ، تداخل با آیودی، تحریک واژن. اگر کاپ به درستی در واژن قرار نگیره، ممکنه باعث بروز ناراحتی و تحریک در واژن بشه. در این صورت شاید بهتر باشه فرد تا زمانی که تحریک داخل واژن درمان بشه از کاپ استفاده نکنه. مواردی که نباید از کاپ قاعدگی استفاده کرد: گاهی مواقع عدم مصرف محصول از مصرفش منطقی تره. بنابراین اگر شما هر یک از شرایطی رو که میگیم دارید، بهتره که از کاپ قاعدگی استفاده نکنید. گرفتگی واژن، اندرومتریوز، حساسیت به لاستیک یا لاتکس، افتادگی رحم، فیبرویدهای رحمی، فردی که به تازگی سقط جنین یا زایمان را تجربه کرده، سابقه ابتلا به سندروم TSS، استفاده از IUD، ابتلای مکرر به عفونت واژن. آیا با کاپ قاعدگی میتونیم شنا کنیم؟ چون کاپ کاملا در واژن قرار میگیره، بنابراین به واژن اجازه نشت خون رو نمیده. بنابراین شما میتونید با خیال راحت هنگام رفتن به استخر از این محصول استفاده کنید. البته بهتره پیش از رفتن به استخر کاپ رو تخلیه کنید، شستشو بدین و سپس مجدداً استفاده کنید. الزامی در استفاده نوع خاصی از وسایل بهداشت قاعدگی وجود نداره. مناسب ترین وسیله اونه که شما با اون احساس راحتی دارین. اما از لحاظ بهداشت محیط زیست و اینا میگن که کاپ قاعدگی خیلی بهتره برای دوران قاعدگی. مرسی که تا انتهای ویدیو منو همراهی کردید.
امیدوارم استفاده کرده باشین از این ویدیو. اگر دوست داشتین لایک و سابسکرایب یادتون نره. خدا نگهدار.